لاک پشت دنیای فوتبال، میگ دنیای فوتبال، در نهایت کلیان امباپه، فوتبالیست فرانسوی با استعدادی که تونست خیلی زود اسم خودش رو سر زبون‌ها بندازه و با بازی توی تیم ملی فرانسه تونست توی سال 2018 قهرمان جهان بشه. این فوتبالیست جوان فرانسوی به خاطر استعدادش و کارهای عجیب غریبش و مهارتی که داره تونسته خیلی زود به یکی از معروف‌ترین فوتبالیست‌های جهان تبدیل بشه. اما شاید چیزی که شما ندونید این باشه، کلیان امباپه توی مدرسه به هیچ عنوان فوتبالش خوب نبوده و این رو چندین بار توی مصاحبه‌اش تکرار میکنه، البته تو سالهای تازه ستاره شدنش، و به همین خاطر میگه که بچه‌ها خیلی مسخره‌اش میکردن. این تنها نکته عجیب زندگی امباپه نیست. اگر دوست داری بدونید که امباپه چجوری به اینجا رسید و اتفاقا و حواشی به دنیا اومدنش و تا اینجاش چی بوده و اینکه اصلا چی شد که مسیر فوتبال رو به جای درس و مدرسه پیش گرفت، این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. در ضمن مورد آخر قطعا تو رو مجاب میکنه که باز هم از کلیان امباپه بیشتر بدونی. کلیان امباپه تو تاریخ 20 دسامبر سال 1998 میلادی توی شهر پاریس توی کشور فرانسه به دنیا اومد. پدر این فوتبالیست مشهور ویلفرد امباپه که یک مدیر برنامه و یک مربی فوتبال و اصالتمون برمیگرده به کامرون. مادر کلیان امباپه هم فائزه آماریه که در گذشته توی تیم هندبال کشور الجزایر بازی میکرده. امباپه یک برادر کوچکتر هم به اسم اتان داره که مثل کلیان امباپه به فوتبال خیلی علاقه منده و در حال حاضر توی تیم زیر 16 ساله پاریس سن ژرمن مشغول به بازیه. کلیان امباپه یک برادر دیگه هم داره که شغلش خوانندگیه به اسم ژیروس کمبوت اوکوکو که اون هم البته در زمینه فوتبال هم فعالیت میکنه. کلیان امباپه توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته که الگوش کریستیانو رونالدوه و تلاش میکنه که خیلی از اون یاد بگیره. کلیان امباپه فعالیت خودش رو توی فوتبال با آموزش و مربیگری پدرش توی آس بوندی آغاز کرد و بعد از اون هم اولین باشگاهی که راه فوتبال حرفه‌ایش رو توش آغاز کرد باشگاه موناکو بود و بعد از اون هم به پاریس سن ژرمن پیوست. البته اون برای تیم ملی فرانسه هم بازی کرد و همین نکته نشون میده که اون توی این سن چه مهارت بالایی داره. اسم کامل کلیان امباپه کلیان امباپه لوتانه که در حال حاضر 20 سال سن داره و توی باشگاه پاریس سن ژرمن با شماره پیراهن 7 بازی میکنه. کلیان امباپه توی موناکو. امباپه در ژوئیه سال 2013 توی سن 14 سالگی به آکادمی جوانان موناکو پیوست و قراردادی 3 ساله امضا کرد. اما نکته‌ای که واسه تعجب شما قطعا میشه اینه که رئال مادرید و زیدین زیدان توی اون زمان هم به شدت دنبال جذب این بازیکن بودن. امباپه برای اولین بار در 2 دسامبر سال 2015 برای تیم بزرگسالان موناکو در تساوی 1-1 برابر کان در لیگ 1 فرانسه به جای فابیو کوئنتارو در دقیقه 88 به میدان رفت. اون با 16 سال 347 روز هم به جوان‌ترین بازیکن تاریخ باشگاهش هم تبدیل شد و رکورد تیری آنری رو که 21 سال قبل به جای گذاشته بود رو شکست. اما درخشش اصلی کلیان امباپه از وسط 2016-2017 شروع شد. امباپه همراه با موناکو به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسید و به همین خاطر به موناکو توی اون فصل لقب شاهنشین ها رو داده بودن. شاهنشین ها توی ابتدای راه منچستر سیتی رو با درخشش امباپه شکست دادن. بعدش توی 1/4 نهایی بورسیا دورتموند رو با 3 گل امباپه در 2 بازی رفت و برگشت شکست دادن. در مرحله نیمه نهایی اما موناکو در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-1 از یوونتوس شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. زننده تک گل موناکو توی بازی برگشت هم امباپه بود. امباپه در نهایت فصل 2016-2017 با 26 گل زده در 44 بازی توی تمامی رقابت‌ها به پایان رسوند. امباپه بعد از عملکردش توی اون فصل توی فهرست 50 بازیکن آینده دار سایت goal.com رده دوم رو در اختیار گرفت و در بین تمامی بازیکن‌های فوتبال جهان بیشترین رشد قیمت رو توی بازار نقل و انتقالات تابستونی سال 2017 تجربه کرد. اما حالا امباپه توی پاریس سن ژرمن. در تاریخ 31 اوت 2017 پاریس سن ژرمن امباپه رو با معامله و امکان امضای یک قرارداد قرضی برای فصول بیشتر به خدمت گرفت. این یعنی که امباپه قرضی به پاریس سن ژرمن اومد، اما قراردادی که بسته شده بود به امباپه و موناکو و پاریس سن ژرمن این اجازه رو میداد که در صورت نیاز یا لزوم امباپه بتونه فصلهای بیشتری توی پاریس سن ژرمن به صورت قرضی بازی کنه. اون در ابتدا شماره 29 رو در اختیار داشت و در ادامه با پیوستن لوکاس مورا به تاتنهام در ژوئیه سال 2018 شماره 7 باشگاه پاریسی رو به تن کرد. امباپه در اکتبر همون سال تنها در 13 دقیقه 4 گل رو وارد دروازه لیون کرد و رکورد جوان‌ترین بازیکن که موفق به زدن 4 گل توی یک مسابقه قرار شده بود به دست آورد و در تاریخ لو شامپیون به نام خودش ثبت کرد. پی‌اس‌جی توی ابتدای مسیر از امباپه به صورت موقت و قرضی برای بازی فصل 2018 خودش استفاده کرد.
این باشگاه بعد از بازی‌های این فصل تونست توجه امباپه رو با پیشنهاد 180 میلیون یورو خودش به دست بیاره و به همین ترتیب امباپه با این پیشنهاد تونست بعد از نیمار جونیور که توی اون زمان بهش پیشنهاد 220 میلیون یورو از طرف پاریس سن ژرمن ارائه شده بود به عنوان یکی از گرون قیمت‌ترین بازیکن‌های اون زمان شناخته بشه. امباپه فصل بعد رو با PSG و علاوه خصوص نیمار جونیور به بهترین شکل ممکن به پایان رسوند و به همه ثابت کرد که پولی که در ازاش پرداخته شده اصلا الکی نبود و میتونه واقعا آینده دار باشه. و داستان امباپه و رئال مادرید از همین جا استارت خورد. رئال مادرید برای چندمین بازی امباپه توی پاریس سن ژرمن چند خبر مهم منتشر کرد و گفته که اون یک ستاره آینده داره و میتونه توی رئال مادرید هم خوش بدرخشه. و همینجا شروع داستان و دوندگی رئال مادرید و کیلیان امباپه که جلوتر کامل بهش میرسیم. کیلیان امباپه در باشگاه پاریس سن ژرمن در کنار اسطورهای بزرگ مثل نیمار جونیور، لیونل مسی و سرخیو راموس بازی کرد و همتیم بود که البته داستان خیلی زیاد هم بینشون به وجود اومده بود، ولی در حال حاضر کیلیان امباپه یک زوج هجومی خیلی خطرناک رو در باشگاه پاریس سن ژرمن ساختن و عثمان دمبله از زمانی که از باشگاه بارسلونا جدا شد واقعا عملکردش خیلی بهتر شده. اما داستان پاریس سن ژرمن رئال مادرید کیلیان امباپه چیه؟ تابستون همین سال فصل نقل و انتقالات، هفته‌ای که واقعا نقل و انتقالات به شدت داغ بود و همه متحیر و مدهوش بودن که آیا واقعا کیلیان امباپه میخواد به رئال مادرید بره و این دفعه دست از بازی دادن هواداره رئال مادرید برمیداره. که من جز اولین ویدیوی چنلم هم هست که یک ویدیو منتشر کردم درباره انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید که لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید ببینید. که توی اون ویدیو گفتم خیلی احتمال کمی داره که کیلیان امباپه توی این فصل هم بخواد به پاریس سن ژرمن بپیونده، اما هنوز امیدها قطع نشده، چرا که توی اون زمان اون هفته کیلیان امباپه هنوز تصمیم قطعی برای تمدید قرارداد رو موندن توی پاریس سن ژرمن نگرفته بود. اما در نهایت فقط چند هفته بعد امباپه گفتش که قصدش اینه که توی پاریس سن ژرمن هم این فصل رو بمونه و دیگه هواداری رئال مادرید بالکل ازش عصبانی شدن و به صراحت اعلام کردن که دیگه کیلیان امباپه رو نمیخوان. فعلاً داستان همونجا استاپ شده تا نقل و انتقالات جدید از راه برسه تا ببینیم دوباره کیلیان امباپه و رئال مادرید قراره چه داستانی دوباره راه بندازن. کیلیان امباپه در تیم ملی فرانسه. سالهای 2014 تا 2018 امباپه در واقع مشغول بازی در تیم‌های پایه بود و بالاخره تونست توی این سال‌ها اولین بازی خودش رو برای تیم بزرگسالان انجام بده. در ژوئیه سال 2016 امباپه 5 بار برای تیم ملی زیر 19 سال فرانسه گلزنی کرد و در قهرمانی تیم در مسابقات قهرمانی اروپا نقش خیلی زیادی داشت. دو گل اون در نیمه دوم پیروزی 3-1 مقابل پرتغال در نیمه نهایی به تیمش کمک کرد تا به فینال برسه. اون در تیم منتخب مسابقات هم در نهایت به خاطر همون گل و همون بازی قرار گرفت. امباپه برای اولین بار برای رویارویی با لوکزامبورگ و اسپانیا در مارس 2017 به تیم ملی بزرگسالان فرانسه دعوت شد و اولین بازی خودش رو در 25 مارس انجام داد و در دقیقه 78 به جای دیمتری پایت وارد زمین شد و با انجام این کار اون با 18 سال و 3 ماه 5 روز سن به دومین بازیکن جوان تاریخ بعد از ماریان وینسکی تبدیل شد که برای فرانسه بازی کرده. در 31 آگوست سال 2017 امباپه اولین گل بین‌المللی بزرگسالان خودش رو برای فرانسه در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 مقابل هلند به ثمر رسوند. و در مارس 2018 در بازی مقابل روسیه توی یک بازی دوستانه هم دو گل به ثمر رسوند. سالهای 2018 تا 2021 قهرمانی جهان و ناکامی در یورو و پادشاهی توی فرانسه. در 17 می 2018 امباپه به تیم ملی فرانسه برای جام جهانی 2018 روسیه دعوت شد. در 21 ژوئن سال 2018 اون اولین گل خودش رو در جام جهانی در برد 1-0 در مرحله گروهی مقابل پرو به ثمر رسوند و این گل امباپه رو به جوان‌ترین گلزن فرانسوی در ادوار جام جهانی تبدیل کرد. در 3 ژوئن سال 2018 اون در پیروزی 4-3 مقابل آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی با گرفتن یک مناسبت تیمش رو به ثمر رسوند دو گل بهترین بازیکن زمین شد. امباپه بعد از پله در جام جهانی 1958 دومین نوجوانی بود که در یک بازی جام جهانی دو گل به ثمر رسونده. امباپه در فینال جام جهانی مقابل کرواسی یک گل هم به ثمر رسوند و در بازی که در نهایت فرانسه 4-2 پیروز شد قهرمان جهان شد. اون بعد از پله دومین نوجوانی شد که در فینال جام جهانی گلزنی کرده و علاوه بر این امباپه با به ثمر رسوندن 4 گل در مسابقات بهترین بازیکن جوان جام جهانی شد و جایزه بهترین بازیکن جوان جام جهانی را دریافت کرد و در نهایت پله به خاطر این همه رکورد شکنی در رسانه اجتماعی به اون تبریک گفت و با استاد خیلی زیادی داشت. اما یورو 2020 به خاطر همه‌گیری کرونا به مدت 1 سال به تعویق افتاد. در 18 می سال 2021 امباپه در فهرست تیم ملی فرانسه
برای یورو 2020 دومین تورنمنت بزرگ بین‌المللیش قرار گرفت و در 15 ژوئن در بازی مرحله گروهی مقابل آلمان یک گل زد و یک پاس گل هم داد، اما در نهایت هر دو آفساید اعلام شد. در بازی فرانسه مقابل سوئیس در یورو 2020 بعد از تساوی 3-3 بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که در نهایت کیلیان امباپه نتونست پنالتی تعیین کننده پنجم رو به گل تبدیل کنه و فرانسه از مسابقات حذف شد. این مهاجم در کمال تعجب در هیچ یک از 4 بازی فرانسه توی این تورنمنت نتونست هیچ گلی به ثمر برسونه. و در نهایت جام جهانی 2024 قطر، امباپه پخته تر از همیشه بود و آماده گلزنی و شروع شوق جوانی هم داشت. امباپه و فرانسه یکی بعد از دیگری همه حریفاشون رو کنار زدن و بالاخره به هر زوری که بود رسیدن به فینال و همه چشم‌ها دوخته شده بود به فینال فرانسه و آرژانتین. لیونل مسی و امباپه دو همتیمی که حالا مقابل همدیگه قرار گرفتن. امباپه ارتش تکنیک برای فرانسه بود که در نهایت نتونست فرانسه رو به دوش بکشه و توی ضربات پنالتی از آرژانتین شکست خورد. امباپه با وجود اینکه توی اون بازی به شدت عملکرد خوبی داشته، میشه گفت فقط امباپه ستون تک نفره تیم ملی فرانسه بود و فقط اندازه 11 نفر در زمین دوید و گلزنی کرد و در کل اندازه 11 نفر بازی کرد، اما نتونست توی ضربات پنالتی مقاومت کنه و در نهایت فرانسه توی فینال ناکام موند و به نایب قهرمانی اکتفا کرد. و حالا آمارهای امباپه. امباپه در کل توی 352 بازی در کل دوران باشگاهش 261 گل تونسته به ثمر برسونه که از اون 352 بازی 280 بازیش برای پاریس سن ژرمن و 230 گلش هم برای پاریس سن ژرمن به ثمر رسونده. و در تیم ملی فرانسه هم تا تاریخ 21 نوامبر سال 2023 در مجموع 75 بازی 46 گل و 30 پاس گل به ثمر رسونده. از افتخارات کیلیان امباپه میتونیم به افتخارات باشگاهی قهرمانی در لیگ یک فرانسه، نایب قهرمانی در جام اتحادیه باشگاهی فرانسه، قهرمانی در لو شامپیونه فرانسه 4 بار متوالی، قهرمانی در جام حذفی فوتبال فرانسه 3 بار متوالی، قهرمانی در جام اتحادیه باشگاهی فرانسه 2 بار متوالی، قهرمانی در سوپر جام فوتبال فرانسه 2 بار و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا سال 2019-2020. از افتخاراتش در رده ملی میتونیم به قهرمانی جام ملت‌های اروپای زیر 19 سال و قهرمانی در جام جهانی 2018 فوتبال و نایب قهرمانی در سال 2022. و از افتخارات فردی هم میتونیم به کفش طلای بهترین گلزن جام جهانی سال 2022، توپ نقره دومین بازیکن برتر جام جهانی 2022، بهترین بازیکن جوان سال 2018، توپ طلای بهترین بازیکن دور نهایی لیگ ملت‌های اروپا سال 2021، بهترین بازیکن سال فوتبال فرانسه 3 بار متوالی، بهترین بازیکن لیگ یک نو شامپیونه فرانسه 3 بار متوالی و 11 طلای بهترین بازیکن سال اروپا در سال 2019 و جایزه پسر طلای در سال 2017، جایزه کوپا در سال 2018 و خیلی افتخارات دیگه که واقعا در این سن باور نکردنیه. اما در بخش‌های پایانی می‌رسیم به زندگی شخصی کیلیان امباپه. یه فوتبالیست فرانسوی محبوب در سال 2017 در رابطه با دختر شایسته کشور فرانسه در سال 2017 یعنی خانم آلیشیا آلیس آغاز کرده و رابطه کیلیان امباپه با آلیشیا آلیس رابطه عاشقانه ای بوده، اما هیچ وقت این دو زوج رابطه خودشون در مقابل رسانه به نمایش نگذاشتن و با یکدیگر به صورت مشترک در رسانه حضور پیدا نکردن و در حال حاضر هم خبر موثقی از ادامه پیدا کردن این رابطه در دست نداریم، اما قطعا در سال 2017 امباپه و خانم آلیشیا آلیس در رابطه به سر بردن و این رو یکی از نزدیکان کیلیان امباپه در صفحه شخصیش منتشر کرده. کیلیان امباپه در سال 2017 همکاری خودش رو با برند نایک آغاز کرد و در سن 18 سالگی تونست برند کفش‌های ورزشی مخصوص به خودش افتتاح کنه و این موفقیت خیلی بزرگی برای یک جوان 18 ساله محسوب میشه. اما کیلیان امباپه توی مسابقه‌ای که داشته درباره کودکی و فوتبالش خیلی صحبت‌ها کرده و در مسابقه‌ای انجام شده با کیلیان امباپه بیان کرده که آغاز فوتبال و یادگیری اون از دوران کودکی دستاوردها و موفقیت خیلی زیادی برای این بازیکن به همراه داشته و کیلیان امباپه میگه این فعالیت به صورت حرفه اجازه کودکی کردن رو به من نداد و تفریحات من رو از من گرفته. امباپه ادامه داد که آغاز شهرت و محبوبیت اون باعث شده که زندگیشون یک بار وارونه بشه و بعد از اون بتونه زندگی شادی رو تجربه کنه. در نهایت میرسیم به مورد آخر که قطعا شما رو مجاب میکنه در روی کیلیان امباپه بیشتر بدونید. اون چیزی نیست جز فعالیت خیرخواهانه کیلیان امباپه. این فوتبالیست جوان در سال 2019 مبلغ 34000 دلار رو به یک کمپینی در جستجوی یکی از بازیکن‌های باشگاه گاردیف سیتی به اسم امیلیان سالاورد تقدیم کرد که در نهایت هم بعد از چند ماه جسد این بازیکن بالاخره پیدا شد.
در سال 2018 کلیان امباپه با رئیس جمهور وقت فرانسه دیدار کرد و طی این دیدار اون دو در رابطه با پروژه بزرگی که برای ورزش در راه عموم مردم فرانسه، حتی افرادی که هزینه تحصیل رو هم ندارن، صحبت کرد و تونست این پروژه رو جلو ببره. کلیان امباپه لوتان یک بازیکن فوتبال اهل فرانسه است که در پست مهاجم برای باشگاه فوتبال پاریس سن ژرمن در لیگ دو شامپیون تیم ملی فوتبال فرانسه بازی میکنه. یکی از بهترین بازیکن‌ها و با ارزش‌ترین بازیکن‌های کنونی جهان در کنار ارلینگ هالند. اون به استعداد و توانایی دریبل‌زنی و سرعت زیاد و گلزنیش مشهور و به لقب لاک‌پشت نینجا توی فوتبال می‌شناسنش. حالا نظر کلی شما درباره کلیان امباپه چیه؟ آیا واقعا دوستش دارین یا فقط به عنوان یک بازیکن با استعداد می‌شناسنش؟ مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرم. لایک، کامنت، سابسکرایب کانالتون فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.